با سلام به شما شنوندگان و بینندگان این برنامه و با سلام و تشکر به مهمانان عزیزمان آقایان فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه جهانی بهایی و سامان مباشر دانشجوی سابق و از همکاران دانشگاه بهایی به هر دو شما عزیزان خوش آمد میگم و تشکر میکنم از اینکه به ما وقت دادین تا در این گفتگو با هم شرکت کنیم. و همچنین ما هم به شما تشکر میکنم از شما و ممنونم از فرصتی که به ما دادید که در خدمتتون باشیم. بنده متقابلا تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار گذاشتید. خواهش میکنم. ابتدا من عذرخواهی میکنم به خاطر گرفتگی صدا و مشکل سرماخوردگی، ولی امیدوارم که این مسئله خدشه به برنامه ایجاد نکنه. جناب مباشر، شما دانشجوی سابق دانشگاه بهایی بودید و با این دانشگاه هم همکاری داشتین. بحث ما امروز روی مسئله تحصیل در ایران برای جامعه بهایی و اینکه چه معضلات و مشکلاتی پیش روی جامعه بهایی هست برای ادامه تحصیل که اصولا یک حق ابتدایی و ثابت برای هر انسانی هستش در هر جامعه ای. میتونید یه مقدار از تجارب خودتون در رابطه با مسئله تحصیل و مسئله دانشگاه و اوضاع دانشجویان بهایی در ایران برامون توضیح بدید؟ بعد یه مقدارم بعدها ازتون راجع به وضعیت فعالیت این دانشگاه بهایی و شکل آن و شکل اجرایی آن بکنیم و بعد برگردیم ادامه بحث داشته باشیم. بله، خواهش میکنم. حتما. بله، بنده سامان مبشر هستم، دانشجوی سابق مؤسسه علمی دانشگاه غیررسمی بهایی و همکار در ادامه همکار همون مؤسسه. حالا فکر کنم شاید بهتر باشه قبل از اینکه به صورت خاص به بحث تحصیل دانشجویان بهایی و معضل محرومیتشون از تحصیل بپردازیم، فکر کنم لازم باشه که زمینه کلی‌تر این ماجرا رو بهش بپردازیم و بعد بنده به صورت مشخص‌تر در رابطه با دانشگاه غیررسمی بهایی خدمتتون توضیحاتی عرض کنم. حتما بفرمایید. محرومیت جوانان بهایی و به طور کلی جامعه بهایی از تحصیلات عالی در ایران جزئی، البته نه کوچک، ولی از یک پروژه کلی‌تر هست که به صورت خیلی قوی، سیستماتیک، پیگیر و ناعادلانه و ظالمانه به صورت مشخص‌تر از انقلاب به بعد دنبال شده که هدفش هم نابودی و اضمحلال اقلیت دینی بهائی در ایران هست. این پروژه و این اقدام چند جانبه ابعاد هم اقتصادی داشته و داره، ابعاد فرهنگی داشته و داره و ابعاد اجتماعی و غیره. سختی و مرارتی که جامعه بهائی و جوانانش در محرومیت از تحصیل تجربه کردن شاید در برابر بسیاری از سختی‌ها و مرارت‌های دیگری که دست کم خیلی از خانواده‌های بهائی تجربه کردن فقط سهم کوچکی از این مسائلی باشه که متأسفانه بر بخش نسبتاً بزرگی از جامعه ایران روا داشته شده. ولی به صورت مشخص‌تر حالا بنده در رابطه با بحث تحصیل یک سابقه تاریخی خدمتتون خواهم گفت و بعد میرسیم به وضعیت فعلی همونطوری که شما فرمودید. همونطوری که میدونید از زمان انقلاب و از سال 1359-1358 و در سال 1359 کماکان در بحبوحه اوایل انقلاب اساتید بهایی و دانشجویان بهایی در دانشگاه به تحصیل مشغول بودند تا اینکه و به خدمت تا اینکه انقلاب فرهنگی صورت میگیره و دو سه سال دانشگاه تعطیل بود. بعد از بازگشایی در واقع دانشگاه ها تمامی دانشجویان بهایی و پیرو اون اساتید که از پیش و قبل از در واقع انقلاب فرهنگی هم اخراج شده بودن از محیط فرهنگی به قولی پاکسازی میشه. از اون سال تا سال 83 حدود 21 سال دانشجویان بهایی و
و متقاضیان ورود به دانشگاه از ثبت نام در کنکور محروم بودند. نمونش خود بنده که در سال 78 وقتی به جهت اخذ کارت ورود به آزمون رجوع کردم، وقتی که در برابر واژه دین کلمه اسلام قید شده بود و بنده به مسئول گفتم که در اینجا اشتباهی رخ داده و سوال کردن از اشتباه و بنده گفتم که در اینجا مذهب بنده خالی گذاشته بودم چون در اون زمان گزینه ای نبود که بیانگر باورهای دینی جوانان بهائی باشه، گفتن دین شما چیست؟ گفتم بنده بهائی هستم. گفتن کارتو به من بده و شما حق ورود دانشگاه رو ندارید و حتی آزمون. و در طی این 21 سال به طور قطع و قاطعانه هیچ دانشجوی بهائی حق شرکت در آزمون کنکور رو نداشت. البته اضافه بکنم در طی این سالها فقط تحصیلات عالیه نبود که از جامعه بهائی گرفته شد، در شهرهای مختلف، در بازه‌های زمانی متفاوت، حتی مقاطع دبستان، راهنمایی و بعد پیش دانشگاهی بودند که محروم بودند جوانان، در مقاطع مختلف فراگیر نبود مثل قاطعیتی که در محرومیت از ورود به کنکور و دانشگاه وجود داشت، اما این بود بر مقاطعی بود در شهرهای مثل یزد، مثل شیراز و جای دیگه، حتی کودکان باهایی رو به مدرسه راه نمی دادن و جامعه باهایی در صدد آموزش اونها بر اومد، خونه ای رو در اختیار گذاشت، حتی آمدن خونه رو گرفتن، مصادره کردن و تلاش پیگیر و جدی در محروم کردن و در واقع از محلال این جامعه داشتن، به خصوص در حوزه فرهنگش. در تمام این مدت آنهایی که از تحصیل محروم شده بودند تمام راه‌های قانونی و مسالمت آمیز رو برای پیگیری حق و حقوق خودشون دنبال کردند که هیچ کدوم به نتیجه نرسید، همونطور که قابل پیش بینی بود. از سال 1383 تغییری صورت گرفت و اونم این بود که تحت فشار نهادهای بین‌المللی حکومت ایران پاسخی را به این نهادها ارائه داد، مبنی بر این که اگر ما سوال از دین میپرسیم منظورمون جستجوی باورهای دینی فرد نیست، بلکه بیانگر سوالاتی از معارف دین مربوط است که در کنکور میخوام پاسخ بدن. و پیرو به همین توضیح و تبیین، سوالی که در دفترچه از باورهای دینی فرد میشد تغییر دادن و به این گزینه با این مفهوم که به معارف کدام دین پاسخ میدهید تبدیل شد. البته برای جامعه باهایی و جوانان باهایی مشخص بود که به نظر ترفندی میاد برای ساکت کردن اعتراض ها و به زودی مشخص خواهد بود ماهیت این اقدام که فریبکارانه هست، چون مشخص بود در پروژه کلی محرومیت جامعه باهایی و به انزوا کشوندن، به حاشیه بردن و مزمل کردن نمیتونست این اقدام با اون سیاست همخوان در بیاد. به هر حال جامعه باهایی پذیرفت و گفتش که باشه ما میپذیریم این مطلب رو و کم کم از سال 1385 در واقع به بعد و تا به همین لحظه از صدها دانشجوی باهایی که تلاش میکنن وارد بشن و شرکت کنن در آزمون، اکثریت اونها مشخص شد و اکثریت قریب به اتفاق اونها در مراحل مختلف از این حق محروم شد. تعداد خیلی زیادی از اینها بعد از اینکه ثبت نام میکنن در کنکور و به اون سوال با همون مفهوم پاسخ میدن که معارف کدوم دین رو پاسخ میدن، در زمان اعلام نتایج اکثری از بچه ها با عبارت نقص پرونده روبرو میشن. درصد بسیار کمی از اینها که با این گزینه روبرو نمیشن در مرحله ثبت نام اقدام میکنن، بعضی ها در این مرحله و در ادامه نقص پرونده میخورن و تعداد بسیار محدود و انگشت شماری وارد میشن به دانشگاه.
از این تعدادی که وارد میشن به دانشگاه در طی تحصیلشون مواردی بوده و بنده دوستانی داشتم که تعدادی در چند ساعت اول تحصیلشون اخراج میشن و عده‌ای در هفته های آخر دورانشون، یعنی در زمانی که آماده هستن نتایج تحصیلات 4 سالشون رو به ثمر بنشونن، پروژهشون رو تحویل بدن و مدرکشون رو در دست بگیرن و بتونن بر اساس اون شروع کنن به خدمتی به جامعهشون ارائه بدن، در دقایق آخر اخراج میشن. پس آنچه که در سال 83 اعلام کردن به نظر میرسید که فقط فریبی بوده، تزویری بوده برای اینکه ساکت بکنن اعتراضات رو و بعدن ادعا بکنن که ما دانشجوی باهائی در دانشگاه داریم، که البته درست هست به این مفهوم که تعداد محدودی همیشه هستن در دانشگاه باهائی که به تدریج در مقاطع مختلف اخراج خواهند شد، که این قسمت رو نمیگن و نمیگن که بیش از 90% اونایی که داوطلب بودن رو اساسا ما با عبارت بی‌معنی نقص پرونده روبرو کردیم و ارجاعشون دادیم به بخش گزینش سازمان سنجش و در اونجا دست به سرشون کردیم. برحال در حال حاضر مسیری که طی شده و تا به همین لحظه همین ترتیب بود که خدمت شما عرض کردم. بله، بعد این دانشگاه بهایی که تشکیل شده، این فعالیتش تقریبا جانبی و در راستای پر کردن اون خلا بود. البته، خیلی ممنونم، ببخشید من قسمت دوم رو فراموش کردم. بله، خواهش می‌کنم. چند سال بعد از انقلاب بر حال نظر به اهمیتی که در آیین باهایی به امر تحصیل داده شده، جامعه باهایی دید که راهی برای تحصیل بچه‌ها در دانشگاه ایران متأسفانه وجود نداره و طی یک اقدام فداکارانه، خلاقانه و با امید، همون اساتیدی که از دانشگاه اخراج شده بودن و عده دیگر دست به دست هم دادن و تلاش کردن که مرهمی باشن موقتی برای محرومیت و مادامی که دانشجوها محروم هستن این راه حل موقتی رو فراهم بکنن. با تعداد کم شروع شد، دانشجوها با شرایط بسیار سخت البته کارو شروع کردن، جزواتی تهیه شد، مطالعه کردن، به سختی امتحان میدادن، آزمون میشدن، نه به منابع مالی در اختیار بود، نه ساختمونی بود، نه کلاسی به اون صورت بود. به هر حال هسته اولیه این نهاد شکل گرفت، این نهاد کاشته شد و به تدریج با امید و پیگیری و استقامت دانشجویان و فداکاری کادر علمی این مؤسسه کم کم رشته‌هاش بیشتر شد، جوانان بیشتری رو تحت پوشش قرار داد و تا به همین لحظه که بنده با شما صحبت میکنم این مؤسسه غیر رسمی تلاش میکنه که این محرومیت رو تا اونجا که میتونه در واقع مرتفع بکنه و مرهمی باشه بر که متاسفانه مقامات به این که محروم کردن عده‌ای رو ظالمانه و غیر منصفانه از تحصیل، مطلبی که حتی حاضر نیستن اذعان کنن بهش، به این که عده‌ای برای خودشون در خانه خودشون دور هم جمع بشن و کسب علم بکنن، فیزیک و شیمی و ریاضی بیاموزن، خانه نشدن و تلاش های مستمر و پیگیری در تعطیلی همین مؤسسه دنبال کردند. چندین بار این هجوم ها بسیار گسترده و همزمان بود که یکیش رو قبل اینکه بنده وارد همین مؤسسه علمی بشم در سال 77 در هفتم مهر ماه سال 77 بود که صدها نفر رو مورد رجوع قرار گرفتن، از کامپیوترها که در جای مختلف بود بردن، پرونده ها رو بردن، اساتید رو بازجویی کردن، زندان کردن و وقفه‌ای در کار ایجاد کردن و یکیش هم در واقع در اول خرداد ماه سال 1390 بود در زمانی که ما مشغول کار بودیم و پیرو به اون باز هجوم وسیعی داشتن به جاهای مختلف، پیگیری ها، بازجویی های متفاوت و دستگیری ها و 13 نفر از همکاران این مؤسسه رو زندانی کردن، عزیزانی که با جون و دل و فداکاری عاشقانه تدریس میکردن زندانی کردن، 4-5 سال هر کدوم حکم گرفتن. عزیزترین دوستان بنده که ما در کنار هم کار میکردیم، سالها در کنار هم بودیم،
این عزیزان دونه دونه جلوی چشم من رفتم. من تا لحظه‌ای حتی آخرین لحظاتی که به زندان اوین می‌رفتن در کنار این دوستان بودم و واقعا متاسفم در نهایت این عزیزان به جایی که واقعا این حکومت قدردانی بکنه ازشون، این فداکاریشون رو، این پیگیریشون رو، این گذشتشون رو از زندگی و آسایششون، از زندگی عادیشون آسایششون که مرهمی باشه بر یک محرومیت برای آموزش فهمیدی که همه دنبالش هستن، همه ارج می نهند، این عزیزان رو زندانی می کنن به اتهامات واهی و بنده خیلی متاسفم، ولی در نهایت امیدوار. بله نه حتما همینطوره، ما هم متاسفیم، ولی حکومت اگه قرار بود قدردانی بکنه که اصلا باید اجازه میداد وارد مدرسه به طور رسمی میشدن. اینا به هر حال مشکلاتی است که هر گروه و قشر و به هر حال بخشی از جامعه ما به نوعی با جمهوری اسلامی دارند. آقای ثابتان شما را وارد بحث بکنیم که ساکت ننشینید. در 19 نوامبر 2014 قطعنامه ای از مجلس نمایندگان ایالات متحده منتشر شد به موارد زیادی از جمله وضعیت بی‌حجابی، اعدام ها و نقض حقوق بشر، اسید پاشی، حتی به طور مشخص مسئله اعدام ریحانه جباری و غیره شد. بخشی از اونها هم در رابطه با مسئله بی‌حقوقی و فشاری که روی جامعه بهایی هستش. اگر خاطرم باشه ما پارسال هم روی موضوع، روی این قدامه با شما امکان برامون بود که گفتگوی داشته باشیم. به نظر شما این قدامه ها تا چه حد میتونه مثمر ثمر باشه و مفید باشه برای یک مبارزه‌ای در این راستا؟ من بازم تشکر میکنم از فرصتی که به بنده دادید که در خدمتتون باشم. در مورد قطعنامه کنگره آمریکا که در 19 نوامبر همطور که گفتید این قطعنامه تصویب شد، این اولین قطعنامه نیست که این دولت آمریکا تصویب کرده و شاید بیش از 10 یا 15 تا قطعنامه تا به حال مورد نظر قرار گرفته و تصویب شده و این از طرف هم سنای آمریکا و هم مجلس نمایندگان هست که یک چنین قطعنامه هایی در مورد نقض حقوق بشر و در رابطه با کشور ایران مورد بررسی قرار میگیره. اهمیت این قطعنامه اخیر این است که در این قطعنامه به اقشار مختلف و به انواع مختلف نقض حقوق بشر در ایران توجه شده، به ویژه نقش اقلیت ها و نقض حقوق اقلیت ها در ایران از مسیحیان گرفته تا شهروندان بهائی، و این در حقیقت فعالیتی است که فقط هم دولت آمریکا نمی‌کنه، بلکه در کشورهای دیگه هم می‌بینیم و در سطح بین‌المللی هم همونطور که بعداً انشاءالله اشاره خواهم کرد این مسئله اتفاق می‌افته. اهمیت یک چنین قطعنامه‌هایی این است که در حقیقت اجازه نمی‌ده که کشورهایی مثل ایران که به طور سیستماتیک و به طور منظم حقوق اقلیت ها و البته به طور کلی حقوق شهروندان ایرانی رو نقض میکنن، اجازه بدن که این در خفا اتفاق بیفته و تصور بشه که جامعه بین المللی از این مسئله خبر نداره. تأکیدی که در حقیقت با این قطعنامه ها میشه، میخوان به ایران یک نوع سیگنال، یک نوع علامت بدن که شما زیر ذره بین هستید، ما فعالیت های نقض حقوق بشر شما رو زیر نظارت داریم و میدونیم که دارید چی کار میکنید. و همین مسئله که جامعه بین المللی داره به ایران این اطلاع رو میده که ما میدونیم شما دارید چی کار میکنید، باعث میشه که اوضاع حقوق بشر در ایران از این که هست بدتر نشه. چه بسا اگر کسی توجه نمیکرد واقعا میتونستین به مراتب بدتر از اون چه که هست باشه، به ویژه این که خود کشور ایران هم نمیخواد به عنوان یک کشور ناقض حقوق بشر در میان کشورهای دیگه شناخته بشه و براش مهم هست که وجهه بین المللی او در جامعه بین المللی در حقیقت به چه صورت هست.
در نتیجه هر چقدر یک چنین قطعنامه هایی چه از جهت کشورهای مختلف و چه از دیدگاه بین المللی ایجاد بشه، میتونه حداقلش این است که پیشگیری بکنه. البته مثلا در مورد بررسی ادواری بین المللی سازمان ملل که همونطور که میدونید همون Universal Periodic Review هست، ایران در حقیقت به نحوی مورد مؤاخذه هم قرار میگیره، یعنی برای اینکه بتونن در جامعه بین المللی یک وجهه مثبتی داشته باشن، این بررسی ادواری بین المللی میاد و نمونه های نقض حقوق بشر رو برای ایران مشخص میکنه و تعهد میگیره که طی یک زمان خاص ایران شروع کنه و این مشکلات رو حل کردن. این بررسی ادواری مثلا اولین بار برای ایران در فوریه 2010 شروع شد، حدوداً سال 1388، و آخرین بارش دوباره خواستن که در اکتبر 2014 نیز این مسئله مورد بررسی قرار بگیره، ولی ایران اون رو به ماه مارچ 2015 یعنی ماه آینده موکول کرد و این البته به تعویق انداخت. و در این بررسی همونطور که عرض کردم نمونه های مختلفی از نقض حقوق بشر در ایران مطرح شده که ایران موظف هست به اون رسیدگی بکنه. اما آنچه که ما الان میبینیم از 5 سال گذشته تا به حال لااقل در مورد جامعه بهائی حتی یک مورد از مواردی که توصیه شده متاسفانه ایران به اون اقدام نکرد. من حالا فقط به صورت فهرستوار اینو میگم و اگر بعدن فرصت شد میتونیم جزئیاتش هم بیان کنیم. حتما. مثلا یک نمونه در مورد ایجاد و برانگیختن نفرت علیه ایرانیان بهائی است. گزارش های زیادی به دست اومده که به چه نحوی به صورت همطور که عرض کردم سیستماتیک و از پیش تنظیم شده یک کمپین ایجاد نفرت بر ضد بهائیان ایران. دوم مسئله دستگیری و بازداشت های خودسرانه و غیرقانونی است که البته از دستگیری همون مدیران جامعه بهائی که هنوزم به خاطر 20 سال به خاطر اتهاماتی که 20 سال در زندان محکوم هستند، دستگیری اعضای جامعه بهائی و نقض حق بیان و آزادی تجمع اونها هست که همونطور که سامان عزیز هم مطرح کرد بسیاری از کارمندان اون دانشگاه غیر رسمی بهائی هم الان در زندان هستند. قوانین تبعیض آمیز در ایران چه در مورد تحصیلات کودکان، تحصیلات دانشجویان، کارمندانی که در این راستا مشغول کار هستند، حق اشتغال، مصادره اموال و حتی اخراج از مساکن بهایی در اگر حتی جایی هم فرض کنید اجاره کرده بودن، نمونه های زیادی داریم که اینها را از منازلشون اخراج کردن. تخریب اماکن بهایی مثل قبرستان های بهایی، تخریب مقابر بهایی، حتی نقض حق دفن شدن، یعنی یک فرد بهایی بعد از اینکه از این دنیا میره نمونه هایی داشتیم که حتی اجازه کفن و دفن اون نمیدن. اینها یک سری از مواردی است که در 5 سال گذشته مطرح شده و متاسفانه دولت ایران نه تنها از اینها جلوگیری نکرده بلکه به مراتب بیشتر شده. یعنی حتی ما میبینیم کسی مثل آیت الله موسوی بروجردی که از شخصیت هایی بود که در تدوین منشور حقوق شهروندی آقای روحانی رئیس جمهور کنونی شرکت داشت و یکی از کسانی بود که روی این منشور کار میکرد، ایشون در مصاحبات خودش در اونجا که بیاد دارن در فارس نیوز وقتی ازش سوال کردن که آیا با توجه به این منشور حقوق شهروندی بهائیان حق تحصیل دارن، ایشون میگه که به هیچ وجه، یعنی اصلا تحت هیچ شرایطی بهائیان حق تحصیل ندارن، و تازه اضافه میکنه که بهائیان حتی حق شهروندی هم ندارن. یعنی اصلا میگه که بهائیان ضد اسلام هستن و به طور کلی از حق شهروندی هم محروم هستن. این در حالی است که آقای لاریجانی، جناب محمد جواد لاریجانی که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هست و رئیس هیئت نمایندگان ایران در همین نشست بررسی های ادواری بین المللی هست، ایشون
دقیقا ضد این مسئله رو مطرح میکنه، میگه که هیچ بهایی به خاطر دینش تحت سرکوب و تضییقات قرار نمیگیره و بهایان از همه حقوق انسانی برخوردارن. به هر حال من میتونم در پاسخ به این مسئله نمونه های زیادی رو ذکر بکنم اگر فرصت باشه که ببینیم واقعا این مسئله به چه صورت است. بله، متشکر از توضیحاتتون. به نکته بسیار جالبی اشاره کردین. تاریخ نشون داده که جمهوری اسلامی حاضر نیست تحت هیچ شرایطی زیر بار هیچ قیمومیتی بره، چون میدونه که اگر الف رو به پذیره باید رو به سه و غیره هم انجام بده و این براش غیر قابل انجام هسته، چون حیاتش به خیلی از جمهوری اسلامی زمانی مفهوم پیدا میکنه که در این چارچوب قرار میگیره، این چارچوب ازش برداریم بعد اون شیرازش میپاشه. و خب این خیلی مهمه که جامعه جهانی، مخصوصا این قطعنامه‌ای که امسال اینا منتشر کردن، بسیار دقیق به خیلی از مسائل در ابعاد خیلی وسیع نگاه کردن مسئله رو. سوال من این هستش که خب جمهوری اسلامی نمیتونه، نمیخواد قدمی رو در جهت اصلاح موضوع برداره و موارد هم بسیار زیاد هستش. راهکار چی هستش؟ یعنی این فشار جامعه جهانی بسیار خوب هست، هرچند که جامعه جهانی هم در شرایطی که براشون صلاح باشه و منافع اقتصادی داشته باشه قطعا یه سری موارد رو لاپوشانی میکنن و زیرچشمی رد میکنن، ولی برای ما که درگیر این مسائل روزمره در رابطه با زندگی روزمره یک انسان‌ها روبرو هستیم، به نظر شما مسئله چگونه باید پیش برده بشه؟ چه اهدافی رو باید پیش رو گذاشت تا بتونیم به حقوق ابتدایی خود؟ ما الان دیگه بس بر سر یک حقوق عالی و رفاهی صحبت نمی کنیم، ما داریم راجع به یک حقوق ابتدایی داریم صحبت می کنیم. چگونه میشه به اینها دست پیدا کرد؟ آقای ثابتان با شما شروع میکنیم، بعد نظر آقای مباشر هم در این رابطه میپرسیم. سوال بسیار مهمی رو مطرح کردید و من تصور میکنم که این مسئله چندین بعد داره. یک بعدش واقعا نهادینه شدن مفهوم حقوق بشر در فرهنگ ایران هست. ببینید، ما از تاریخی میاییم که در حقیقت به علت سنتی که باش مواجه بودیم جامعه‌ای بودیم تکلیف مدار و هرچند که با مسائل حقوقی و حقوق بشر سعی کردیم آشنا بشیم در قرن گذشته، ولی متاسفانه این یک بالا و پستی و بلندی داشته و هیچ وقت در جامعه ما نهادینه نشده. یعنی الان در جامعه ما میبینیم که مسئله حق بیشتر بر مبنای روابط هست نه ضوابط. یعنی حکومت قانون نیست، قانون رو مطرح میکنن ولی کسی به قانون توجه نمیکنه، کسی احترام به قانون نمیذاره، کسی احترام به حقوق دیگران نمیذاره. سعی میکنن که به نحوی به هر حال کار خودشون رو راه بندازن و البته من به عنوان شغلم به عنوان یک اقتصاددان دارم عرض میکنم که مسئله فساد و رشوه در ایران الان داره بیداد میکنه به اضافه مسائل متاسفانه زیاد دیگری. و شما همین مسئله که در نظر بگیرید، وقتی یک چنین چیزی در ایران رواج پیدا میکنه، این پایه های حقوق انسانی رو متاسفانه تخریب میکنه. این یکی. دوم این که از جهت روابط بین المللی من تصور میکنم که رابطه کشورهای دیگه با ایران باید بر مبنای حقوق بشر باشه. متاسفانه ما میبینیم روابط سیاسی البته بر مبنای مسائل اقتصادی هست، قیمت نفت و مسائل دیگه خیلی روابط اقتصادی رو تحت شعاع قرار میده، مسائل سیاسی مثل مسئله هسته‌ای. ولی سوال اینجاست که اون پایه و بنیاد چنین ارتباطی بر مبنای چی قرار گرفته؟ من چنین پایه و بنیانی رو در احترام به حقوق بشر میبینم، به این معنا که اصلا هیچ رابطه‌ای نمیتونه قابل ملاحظه و اجرا باشه مگر اینکه در این کشورها
تعهد به حقوق بشر به طور ملموس و به طور قابل نظاره که بتونن اینها رو ببینن و اجازه بدن که مثلا گزارشگر حقوق بشر بتونه وارد ایران بشه و به طور رسمی و به طور مستقیم بتونه اینها رو ازش گزارش تهیه کنه. یعنی یک نظارت رسمی وجود داشته باشه که کشورها نتونن همینطوری سر خود حقوقی رو که از امضا کنندگانش هستن نقض بکنن. یعنی به عبارت دیگه روابط بین المللی هم باید تحت شعاع این باشه. و سومین نکته‌ای که به نظر من میرسه، البته وظیفه کسانی است که در خارج از ایران هستند و خودشون در محیط نیستن، به جهت اینکه از آزادی‌های بیشتری برخوردار هستند، اونها هم به نظر من این مسئولیت رو دارن که سعی کنن در اشاعه مفهوم حقوق بشر در رابطه با فرض کنید حمایت از کسانی که در ایران هستن، از وکلایی که در ایران هستن، آقای عبدالفتاح سلطانی، از بانوانی که در ایران هستن، از دانشجویانی که در ایران هستن حمایت کنن، اجازه ندن که داستان زندگی اینها، روایت هایی که از اینها به وجود میاد فراموش بشه. این رو همیشه مطرح نگه دارن که در ایران و در خارج از ایران بدونیم که این مسائل اساسی ترین مشکلات ایران هست و اگر این مسئله حل بشه، مسائل دیگری هم به مراتب میتونیم بر مبنای قانون حل کنیم. بسیار متشکر آقای موش، بشنویم نظر شما رو در این مورد. خیلی اگه لطف کنید یک بار دیگه سوال مشخص رو بفرمایید. سوال من این بود که خب شرایط ایران به طور مشخص معلوم هست، جمهوری اسلامی قالبش مشخصه و حاضر نیست از این چارچوب فراتر بره، یعنی اگرم حاضر باشه شاید نمیتونه، چون مفهوم جمهوری اسلامی معنای ضد زن بودن، ضد بهائی بودن، نقض حقوق بشر، اینها رو وقتی میذاری میشه یک شکلی قالبی به اسم جمهوری اسلامی، اگر اینها رو از دست بده میپاشه. حالا این یک قالب، از طرف دیگر هم جامعه جهانی داره فشار میاره، ولی عملا جامعه جهانی فشارها رو سالهاست داره میاره، شاید این مسیر رو گاهن کند کنه ولی نتونسته نگه داره. گاهن حتی جمهوری اسلامی برای اینکه دهنکجی بکنه اعدامها، جامعه جهانی درخواست عدم اعدام فرد رو میکنن، اونا میان اون فرد رو اعدام میکنن که بگن ما به حرف شما گوش نمیکنیم، ما هر کاری که خودمون بخوایم میکنیم. یعنی وقتی که این بازی های سیاسی رو میبینی باید نگاه کنیم ببینیم آیا وضعیت ما به عنوان کسایی که مسئول هستن یا اصولا چه استراتژی، چه اهدافی رو ما میتونیم به دنبال ببریم تا بتونیم به حقوق ابتدایی خودمون، یعنی حالا بحث امروز ما روی مسئله تحصیلات هست، آزادی پوشش، آزادی بیان، آزادی تفکر، اینا همه ابتدایی ترین آزادی هایی هستن که در یک جامعه باید باشن و در ایران نیست. چه کار ما باید بکنیم تا بتونیم در این لابلای این خش و خاشاکی که هستش بتونیم به قول معروف اهداف خودمون رو پیش ببریم؟ بله خیلی ممنونم. سوال اساسیه در واقع به بحث احتمالاً سر سیاد خربوجن باشه، جناب ثابتان اشاره کردن. من فکر میکنم که اتفاقای مهمی در طی دو سه دهه گذشته افتاده، به چشم نمیاد ولی بسیار حیاتی، و این جریان ها تلیه و مقدمه ایرانی آزادتر و ایرانی عادلانه‌تر، ایرانی محبوب‌تر برای همه خواهد بود. و من توضیح میدم خدمتتون. ببینید شما در فیلمی که جامعه مازیار بهایی ساختن در رابطه با جامعه بهایی و مؤسسه علمی بهایی و زندگی چند نفر از همکاران بنده و همکاران در واقع مؤسسه علمی، در بخشی از فیلم شما صحنه‌ای رو میبینید که نماینده ایران در سازمان ملل جناب سعید رجایی خراسانی اگه اشتباه نکنم در سال 62 مصاحبه باش داشتن. شما ببینید با چه جسارتی اشاره به اعدام بهائی میکنه و با کمال افتخار و با قاطعیت میگه که بهائی تنها افرادی نیستن که اعدام میکنیم، هر کسی دیگه مسلمان هم اعدام میکنیم. شما این رویکرد رو ببینید، شما این جملات و این نحوه برخورد رو الان از مقامات نمیتونید ببینید و چون این رفتاری ازشون سر نمیزنید. اگر که در سال 62 وقتی دانشجوان رو اخراج میکردن در پرونده شون
به صورت علنی اشاره به ابلاغیه‌ای می‌کردن و اشاره به ماده و بند دالی می‌کردن که اقرار با آیین باهائی رو در واقع به عنوان علت اخراج ذکر می‌کردن، در این لحظه به سختی حتی یک سند میدن که نامه‌های اعتراض دانشجویان را به مؤسسه، به سازمان سنجش، به کمیسیون اصل 90، به مجلس و هر نهاد دیگری، نهاد مردمی ریاست جمهوری و هر نهاد دیگری دریافت کردن. حتی حاضر نیستن که ثبت بکنن نامه رو، که سندی به دست بدن که چنین موزلی وجود داره. ببین، پس نشون میده که تمام این تلاش هایی که شده، تمام زحماتی که رسانه ها کشیدن، نهادها کشیدن، وکلا کشیدن، انسان دردمند کشیدن، کارو به اینجا رسونده که اون جسارت ظالمانه رو در واقع ببین به چه سطحی کشونده. حالا ممکنه در خفا در واقع به کار خودشون مشغول باشه، اما اون روندی که میخواستم خدمتتون توضیح بدم این هست: به لطف رسانه ها و افرادی مثل شما و بقیه عزیزان و انسان های شجاعی که من ازشون اسم به زودی خواهم برد، اتفاق مهمی که میفته این است که جامعه ایران بیدار و آگاه میشه. من باورم بر اینه که در جامعه‌ای که افراد آگاهن، دردمندن، دغدغه دارن، ارزش‌های انسانی رو برق می‌نهند و بهش پیوند دارن، در چنین جامعه‌ای ظالمانه حکومت کردن کار آسونی نخواهد و روز به روز سخت‌تر خواهد شد. افزایش آگاهی، اطلاع رسانی و بحث دادنش در رسانه ها کمک کرده که افراد مختلفی بیدار بشن، وجدانشون بیدار بشه و یک نیروی رو تشکیل بدن که در برابر ظلم برای مظلومین مرهم شده. من خدمتتون اسم چند نفر از این عزیزان رو ببرم. شما این در رابطه با همین مؤسسه علمی و در رابطه با جامعه باهایی چه افرادی هستن که اینا مسلمان هستن، باورمند هم هستن به دین خودشون، با چه تعهد اخلاقی تمام خطرات رو به جان خریدن، خطرات هم جانی هم مالی برای خودشون و خانوادهشون. فرد بزرگواری چون جناب عبدالفتاح سلطانی قسمت اعظم رنجی که الان میکشه به خاطر دفاع از باهایان بوده. سالهای زیاد زندانی، محرومیت، خانواده ای عزیز ببین چقدر در رنج و سختی میفتن. قهرمانی چون جناب نوریزاد که به قول خودشون جانشون رو در کف دستشون گرفتن و برای احقاق حق از هیچ کوششی، چه برای باهایان و چه برای گروه های دیگر، کوتاهی نمی کنن. در کنارشون شما خانم شیرین عبادی، خانم نرگس محمدی، نسرین ستوده و افراد دیگر که شهامت اخلاقی داشتن، مثل آقای زیبا کلام که اخیراً اشاره داشتن به بحث حقوق شهروندی باهایان و دراویش و غیره. این نفوس ما در 20 سال گذشته کسی رو نمیدیدیم. آیت الله معصومی تهرانی، ایشون لباس روحانیت بر تن دارن. ما 20 سال پیش چنین مواردی نداشتیم و این یک دستاورد بزرگه. و من همین جریان رو و وجود همین افراد نازنین که اینا قهرمانان این مملکت هستن، اینا از جانشون گذشتن، از آسایششون گذشتن به خاطر رنج دیگری، نه رنج فامیل خودشون، نه رنج خودشون، نه محرومیت خودشون، برای رنج دیگری. و زندان بودن رو تجربه کردن، محرومیت رو تجربه کردن، کتک خوردن، آسیب دیدن، همه اینا رو به جون خریدن. و این گروه هرچی بیشتر بشه، هرچی آگاهی بیشتر بشه و افرادی که بی تفاوت هستن کم کم افرادی باشن که وجدانشون بیدار بشه و فکر کنن که این همه ظلمی که در جامعه ما در جریانه نسبت به گروه‌های مختلف، از زنان شما بگیرید تا اقلیت‌های دینی بگیرید تا دانشجوها بگیرید، با کل هر کسی روزنامه‌نگاران بگیرید، اگر جامعه بیدار باشه از بی‌تفاوتی در بیاد و هر کسی به هر نحوی به نوبه خودش گوشه‌ای از این بار رو بر دوش بگیره، من فکر می‌کنم که دیگه ما در رابطه با حکومت لازم نیست صحبت بکنیم. ناآگاهی ما، کوتاهی ما، سکوت ما مجال میده که ظالم ظلمش رو وسیع‌تر بکنه، روز به روز وسیع‌تر بکنه. در حالی که الان روند برعکس هست، با این اقدامات، با این آگاهی بخشیدن ها، لحظه به لحظه آگاهی وقتی بیشتر میشه کار سخت‌تر میشه برای اونا که میخوان خلاف رویه عمل بکنن. یه مطلب هم میمونه که انشالله در نوبت بعدی خدمتون خواهم گفت. بله، متشکر از شما. من همون نوبت بعدی رو هم به چیز میکنم که اگه باشه ما یواش یواش بحث رو ببندیم.
اگر مایلی اون نکته بعدی رو هم به عنوان پایان بحث و کلام خودتون مطرح کنید، بعد من آخرین کلام رو هم از آقای فراد ثابتان بگیریم و بحث رو در همینجا ببندیم. بله خواهش میکنم. نکته ای هست اینه که یه تأسفی در اون رو وجود داره، اونم این هستش که هر حکومتی موفقیتش و ملاک موفقیتش در سعادتمندی است که برای مردمان خودش فراهم میکنه. به نظر من میاد در حال حاضر این هیکل جامعه ما، اگر به یک هیکل تشبیهش بکنیم، به یک بدن تشبیهش کنیم، دچار بیماری مثل بیماری خود ایمنی که به جان خودش میفته و اندام خودش رو از بین میبره، ما متاسفانه داریم این کارم. این حرفی است که بنده به بازجویی که بنده رو بازجویی میکرد در اون بحبوحه دستگیری ها و بازجویی ها گفتم. وقتی که داشت یادداشت میکردم من بهش گفتم متاسفم، از من پرسید چی متاسفی؟ گفتم ببینید این همه وقت شما میذارید نهاد اطلاعات که برن دونه به دونه باریار پیدا کنن، اگر کاری دارن بیکارشون بکنن، نمیدونم اگر جایی داره درس میکنه اخراجش بکنن، به کارفرماش فشار میارن تهدیدش میکنن که اخراجش بکنه، این همه وقت برای اینکه جلوی رشد خودمون رو بگیریم. چطور میشه متصور شد در جامعه‌ای که تلاش برای محروم کردن، فراری دادن مغزها، برای افزایش رنج و سختی گروهی خاصی حکومت داره تلاش میکنه، ما برای اون جامعه سعادت بتونیم قائل بشیم؟ من روی سخنم به تمام ایرانی هاست که ما چطور میتونیم خوشنام باشیم در جهان، ما چطور میتونیم رشد بکنیم وقتی نبینیم که چی میگذره و چی کار داریم با خودمون میکنیم؟ چرا باید افرادی مثل دانشجویی، ببینید دانشجوهای خوب این ایران، این مغزهای متفکری که باید این مملکت رو بسازن، اکثرشون فراری داده شدن رفتن، پدیده فرار مغزهایی که خود حکومت اقرار داره به این پدیده. بعد یه دانشجویی مثل امید کوکبی، دانشجوی نابغه که سالات رنج کشیده، سختی کشیده، این فرد برمیگرده به ایران، میگیرن دستگیرش میکنن، 10 سال میندازن این زندان. این ضربه به خود زدن منو میگم یاد اون بیماری خودیمنی میندازه برای یک هیکل بشری. من امیدوارم و این امید رو بهش باور دارم و مطمئنم که روز به روز به کمک رسانه ها و افرادی مثل شما که تلاش میکنن آگاهی رسانی بکنن و در ارتباط هایی که خودمون با ایرانی ها داریم، چه در ایران چه در خارج از ایران، این آگاهی رو وقتی بدیم، به نظر من به تدریج مشکلاتی که ما داریم به تدریج حل خواهد شد. ما دیگه در مورد حکومت لازم نیست صحبت بکنیم. من مثال بزنم، در همین مؤسسه علمی دانشگاه غیر رسمی باهایی، الان از سر تا سر دنیا چه افراد مسلمان، چه باهایی، چه مسیحی و چه غیره دارن با این نهاد همکاری میکنن. مسیری که جامعه باهایی برای روبرویی با ظلم در پیش گرفت، مسیری است که به نظر من به زودی اندیشمندان و محققین علوم اجتماعی زیر ذره‌بین خواهند گذاشت و الگویی را در خواهند آورد که به نظر من قابل بررسی بیشتر هست. بهشون ظلم شد، کشتند، آسیب زدند، مال رو گرفتند، محروم کردند، سختی دادند، گرسنگی دادند. این جامعه نه مقابله به مثل کرد، نه نافرمانی کرد، نه کینه و کدورتی به دل گرفت نسبت به میهنش، بلکه روز به روز عشقش به این مملکت بیشتر شد، با هم متحد شدن، خلاقیتشون رو به کار انداختن، ایمانشون و امیدشون رو از دست ندادن. اون مؤسسه که بنده توصیف کردم در سال 66 چجوری شروع شد، الان به نحوی است که بنده خودم با یکی از همکاران، یکی از اساتید یکی از دانشگاه ایران که ایشون فردی مسلمون بودن، به نحوی به ما خبر رسید که مایل هستن همکاری کنن با این مؤسسه. خبردار شده بودن و متاسف بودن، گفتم من میخوام به سهمی که به سهم خودم در رفع این مظلومیت کمک کنم. ما رفتیم باشون صحبت کردیم، حتی از اون پرسیدیم که ما چقدر دستمزد حق و زحمت به شما بدیم، گفتن که من شنیدم اساتید شما پولی نمیگن، داوطلبانه کار میکنم، بنده هیچ پولی نخواهم گرفت. و هر بار برای هر درسی و در هر ورکشاپی که ازشون دعوت کردیم، این عزیز اومدن و افرادی مثل ایشون در خارج از ایران هم افرادی هستن. ببینید پس این جامعه تونست یه راه حلی پیدا بکنه برای رویایی با ظلم، بدونی که خشونت رو ترویج بده، دامن بزنه به خشونت، نفرتی، نیروهای منفی که جز خرابی چیزی به بار نمیاره. یعنی گذشت، امید داشتن، اتحاد و عشق ورزیدن
نیروهایی است که به نظر من کمک میکنه که ما امیدمون رو حفظ کنیم و روز به روز گامهایی به سمت جلو برداریم. ممنون. بسیار متشکرم از شما. صحبت آخر رو از آقای فراد ثابتان بشنویم. با تشکر از شما، من فقط باز تاکید میکنم اون چرا که سامان عزیز مطرح کرد، چون تجربه شخصی خودش بود و این تجارب به نظر من بی نهایت ارزشمنده، چون در مورد احساسات فرد و اون واقعیتی که روی زمین داره اتفاق میفته داره به طور خیلی ملموس صحبت میکنه. فقط چیزی که من میخوام در نهایت عرض بکنم و به عنوان سندی برای عرایض قبلیم باشه این است که تجربه آقای مبشر تنها نیست، ایشون تنها کسی نیستن که چون این تجربی داشتن. ما در حقیقت الان بیش از 100 نفر از شهروندان بهایی در زندان هستن و این 100 نفر از سال 2011 تا به حال کمتر از 100 نشده، بیشتر شده، به 115 هم رسیده. از سال 2004 تا به حال بیش از 770 نفر از شهروندان بهایی دستگیر شدند و وزارت اطلاعات بیش از 1000 نفر از شهروندان بهایی رو بازخواست کرده و مورد بازجویی قرار داده. همین بازجویی هایی که سامان یکی از اونها بوده. کارمندان این مؤسسه علمی دانشگاه غیر رسمی بهایی هنوز در زندان هستن، دارن دوران 4 یا 5 سال زندگی خودشون رو میگذرونن. دانشجویان بهایی از تحصیل محروم هستند. بهاییان به طور سیستماتیک از اشتغال محروم هستند. مثلا از سال 2004 تا به حال بیش از 125 مورد ما داشتیم که یا از کسب و کارشون محروم شدن یا مغازه‌شون رو بستن. به هر حال به انواع مختلف ما این نمونه ها رو داریم. این نمونه ها فقط آمار نیست. شما نمونه‌اش رو الان از طریق سامان عزیز شنیدید. همه این افرادی که در ایران هستن داستان زندگی خودشون رو دارن که اگر قرار باشه از این مصاحبه ها ترتیب داده بشه، من تصور میکنم صدها یا 200 مصاحبه در ساعتهای مختلف جمع خواهد شد. و این همونطور که ایشون هم گفتن واقعا داریم به اون مسئولیت خودمون، ما داریم خودمون رو تخریب میکنیم از بن و پایه با این کار. و فقط هم شهروندان بهایی نیستن، خب البته من به تبع چون با جامعه بهایی آشنا هستم این آمار رو دارم، ولی کافی است که ما فقط به نقض حقوق بشر، گزارش هایی که از سازمان ملل و از دیدبان های حقوق بشر میاد نگاه کنیم، ببینیم که همه هموطنان ما به انهای مختلف تحت چنین شرایطی هستن. راه حل های پیشنهاد شد. امیدوارم که کسان متعهدی مثل شما و برنامه های شما بتونن یک چنین مفاهیمی رو به طور خیلی وسیع اشاره بدن که ما بتونیم این فرهنگ حقوق بشر رو در ایران نهادینه بکنیم و طبق اون عمل بکنیم و فقط صحبت نباشه. به امید چنین روزی. امیدواریم. متشکر از شما و آقای سامان باشر و امیدوارم که موفق و پیروز باشید. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما. با درود، رادیو پیام تنها رادیوی فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 10 صبح به وقت هالیفکس، 5 بعد از ظهر تهران، روزهای یک شنبه به مدت 2 ساعت به صورت زنده اجرا و پخش میشه. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Sunday at 10 a.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca.